بخیر به برنامه دیگه از روی خط خوش اومدید. بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال 88 هزاران ایرانی ترک وطن کردن، به قولی جلای وطن کردن. حالا تو چند روز گذشته دادستان کل کشور اعلام کرده کسانی که در داخل و خارج از ایران بر علیه ایران کاری کردن ممنوع الورود نیستن، یعنی میتونن به کشور برگردن اما به جرائم اونها رسیدگی میشه. من و مسعود سفری امشب اینجا هستیم تا در مورد این صحبت‌های دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه آقای محسن اژه‌ای در مورد شما نظر شما رو بدیم. شماره 202-692-4360 شماره تماس ماست. شما میتونید همراه برنامه خودتون باشین، همچنین از طریق فیسبوک میتونید با من چت کنید، از طریق اسکایپ به صورت صوتی و تصویری همراه برنامه باشید و همینطور در ایمیل میتونید نظرتون رو بنویسید یا شماره تماسی ما با شما تماس بگیرید. یادتون نره در توییتر ما رو دنبال کنید. به برنامه خودتون خوش اومدید. سلام، من مسعود سفیری هستم در برنامه دیگری از روی خط. مهاجرت، پناهندگی، تبعید، سرزمین مادری و روزی بازگشت. در قرن‌های اخیر جنگ‌ها، انقلاب‌ها، بحران‌های اقتصادی از مهمترین دلایل مهاجرت بین کشورها بودند. انسان‌هایی که برای رسیدن به دنیای بهتر و ساختن زندگی بهتر از سرزمین مادری خودشون کوچ کردند، با مشکلاتی که در موارد دستمایه هنرمندان برای خلق آثار سینمایی و ادبی هم شده، حوادثی غم‌انگیز. همین امروز در خبرها بود که قایق یک گروه از مهاجران غیرقانونی ایرانی در راه رسیدن به استرالیا دچار طوفان شده و چند تن جان خودشون از دست دادن. اما مهاجرت فقط رویای ما ایرانیان نیست. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوب نشان داده که بین سالهای 2007 تا 2009 نزدیک به 700 میلیون نفر از ساکنان کره زمین خواستار مهاجرت به دیگر کشورها بودند. بر اساس برخی آمار بیش از 5 میلیون ایرانی پس از انقلاب سال 57 به کشورهای دیگر مهاجرت کرده و یا پناهنده شدند و این جمع بیش از 1300 میلیارد دلار ثروت دارن و از تحصیل کرده ترین اقشار جوامع مهاجر پذیر هستن. اما آیا میتونن بدون دغدغه به ایران برگردن؟ در حالی که رئیس جمهوری منتخب آقای روحانی میگه این مسیر روی بازگشت رو باید تسهیل کرد، اگر کسی در داخل ایران، دادستان کل کشور گفته اگر کسی در داخل ایران و در خارج از ایران مرتکب جرمی بر علیه کشور شده ممنوع الورود نیست، ولی به محض ورود به کشور به اتهام او رسیدگی میشه. اگر کسی مرتکب جرمی شده، حالا چه در خارج از کشور علیه ایران مرتکب جرم شده یا در داخل ایران مرتکب جرم شده بعد رفته از کشور بیرون، ما ممنوع ورود نمی کنیم که بگیم حق وارد شدن به کشور را نداره، ولی حتما وقتی وارد شد به اتهام او رسیدگی میشه. پس بنابراین اگر کسانی که حالا در قضیه فرض بکنید فتنه 88 که یک ظلم عظیمی را نسبت به ملت ایران و نظام ایران وارد کردن اون افراد، اگه مرتکب جرمی شده باشه کسی، بعد به صورت چه رسمی از طریق مرزهای رسمی کشور با گذرنامه خارج شده یا به صورت حتی غیرقانونی از کشور، ما ممنوع ورودش نمی کنیم، اما به محضی که اومد اینجا حتما تحت تعقیب قرار میگیره و به اتهامش رسیدگی میشه. چه اتهامی، چه مرجعی به این اتهام ها قرار رسیدگی بشه؟ پرسش های از این دست رو ما امروز با مهمانان برنامه، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر و آقای دکتر نعمت احمدی در میون میذاریم. اگر اجازه بدین اول با فضای مجلس شبکه اجتماعی شروع کنیم و خانم رویا ملک. صحبت‌های آقای محسن اژه‌ای یکی از صحبت‌هایی بود که تو این چند روز گذشته خیلی بازخوردهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً فیسبوک و توییتر داشت. به هر حال صحبت‌های دادستان کل کشور یک چیزی بود که امید خیلی‌ها رو ناامید کرد و خیلی‌ها هم به این نتیجه رسیدن که بر تصمیمی که داشتن پایدارتر باشن. بیشتر کسانی که در سال 88 به بعد به قول معروف جلای وطن کردن و از ایران بیرون اومدن، امید داشتن که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 11 و روی کار آمدن حسن روحانی بتونن به ایران برگردن.
این صحبت ها خب گروهی از اونها رو ناامید کرد و به این نتیجه رسیدن که شاید هنوز زمینه های اصلی برای برگشتشون آماده نباشه. البته بعضی ها هم میگفتن ما هنوز امیدوار نبودیم حتی با این انتخاب هم بتونیم به ایران برگردیم. به هر حال چالش های زیادی در بین کاربران شبکه های اجتماعی در میون گذاشته شده بود و خیلی ها به اشتراک گذاشته بودن این صحبت ها رو و نظر خودشون رو گفته بودن و مقایسه کرده بودن با صحبت های حسن روحانی که برعکس گفته بود و اون رو در بوته نقد گذاشته بودن. اما ما هم در صفحه فیسبوکمون این مطلب رو گذاشتیم و نظرهای شما رو گرفتیم. من چند نظر رو براتون میخونم. رضا یکی از کسانی بود که در صفحه فیسبوک ما برای ما مطلبی گذاشته بود که گفته من معتقدم که قبل از اینکه اونها حتی به ایران باز بگردن به حکم اونها به جرایم اونها رسیدگی شده و حتی غیابن هم محکوم شدن و به محض ورود حکم اونها اجرا میشه. کامنت های بیشتری هم هست که من در طول برنامه حتما براتون میخونم. متشکرم. خانم عبادی اگر با ما هستن. خانم عبادی درود بر شما. سلام بر شما و همه هموطنان گرامی. خانم عبادی اظهارات دادستان کل کشور از این نظر که به عنوان یک مقام قضایی در این زمینه اظهار نظر کرده نه مقام سیاسی یا مثلا مقام امنیتی مثل وزیر اطلاعات میتونه بار حقوقی داشته باشه. در واقع سوالی که میشه اینجا مطرح کرد اینه که آیا اصولا خارج شدن از کشور، مهاجرت و یا چه عواملی بعد از مهاجرت باعث میشه که فرد جرمی مرتکب شده باشه و این جرم چه آثار و تبعاتی میتونه داشته باشه که آقای اژه‌ای میگن که به جرایم رسیدگی میشه و مرجع رسیدگی کننده چه مرجعی میتونه باشه؟ خروج از کشور، مهاجرت و یا پناهندگی، حتی پناهندگی سیاسی جرم نیست و هیچ کس حق نداره محاکمه قرار بده. من با شناختی که از قوه قضاییه ایران دارم صحبت‌های ایشان رو ناظر به افرادی می‌کنم که در خارج از ایران مطالب می‌نویسند و منتشر می‌کنند، یعنی ژورنالیست‌ها و وبلاگ نویس‌ها. از نظر جمهوری اسلامی هر نوع انتقادی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. از نظر جمهوری اسلامی بیان هر نوع شک نسبت به صحت انتخابات جرمی است معادل با اقدام علیه امنیت ملی، چنانی که ما دیدیم افراد بسیار زیادی در ایران به همین دلیل محاکمه شدند و الان چند ساله که در زندان هستند. بنابراین صحبت ایشان ناظر به این است که اگر خارج از ایران هستید و آدم خوبی هستید، دست از پا خطا نکردید و اگر قلم به دست گرفتید فقط از ما تعریف کرده اید، اشکالی ندارد، با بزرگواری اجازه می دهیم که به ایران بیایید. اما وای به حال شما اگر یک جمله نوشته باشید که انتخابات مخدوش بوده یا اینکه عملکرد سیاسی دولت صحیح نبوده یا اینکه فلان اصل قانون اساسی احتیاج به بازنگری داره یا در قوانین عادی حقوق زن و مرد برابر نیست، کلیه این امور از دید قوه قضاییه که بارها تکرار کردم و الان هم میگویم استقلال خودش را از دست داده، کلیه این امور جرم است، زیرا که بسیاری از افرادی که در زندان هستند در حال حاضر به همین دلایل است. ممنونم خانم عبادی. اگر لطف کنید با ما باشین ما برمیگردیم به اون جمله‌ای که فرمودین در مورد اینکه پناهندگی سیاسی جرمی است و مسئله جرم سیاسی. اگر اجازه بدین من از اولین تلفن بهروز از شیراز، درود بر شما اگر صدای منو میشنوین. بله با سلام به شما و از وقت بخیر خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه. به نظر من کسانی که چه در داخل هستن چه در خارج هستن، اینها اگر به نظر من مواردی بوده که در پروندهشون کارهایی کردن غیر قانونی بوده، خب این موارد باید رسیدگی بشه. در همه جای دنیا هم به هر حال برای فعالیت‌های اجتماعی، برای فعالیت‌های سیاسی، برای آزادی بیان آزادی‌های وجود داره و خب این به نظر من
این موارد نباید منجر به این بشه که فردی مزاحمت برای دیگران ایجاد بکنه یا منافع ملی. ببینید من در واقع سوالی که مشخصه سوال برنامه هست اینه که آقای محسنی اژه‌ای گفتن که ممنوع ورود به کشور نیستن، بنابراین ما با داخل کشور صحبت نمی‌کنیم. ما در واقع برنامه ما، سوال برنامه ما این هستش که کسانی که در خارج از کشور هستند چه فعالیت‌هایی میتونن انجام داده باشن که از نظر آقای محسنی اژه‌ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در واقع جرم تلقی بشه. اگر در این مورد نظری دارین بفرمایید. بله، ببینید کسانی که مثلا ممکنه دعوت به شورش کرده باشن، دعوت به درگیری کرده باشن، اقدامی کرده باشن علیه امنیت ملی ایران، اقدامی کرده باشن مخالف باشه با منافع ملی کشور، خب این رفتارها رو شما هر جای دنیا که انجام بدین، حالا در داخل کشور هم نباشی، اینا جرم علیه یک کشور محسوب میشه دیگه. اجازه میدید من یه سوال از شما بپرسم آقای بهروز؟ شما دو تا نکته رو اشاره کردید، یکی اینکه گفتین که مزاحمت ایجاد نکنن و یکی گفتین منافع ملی و امنیت ملی رو به خطر نندازن. در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری کسان زیادی دستگیر شدن که حتی فیسبوک داشتن، یعنی عضو شبکه اجتماعی فیسبوک بودن. عضو شبکه اجتماعی فیسبوک بودن چگونه میتواند امنیت ملی یا به قول شما منافع ملی رو به خطر بیاندازه؟ یه تعریف شما از امنیت ملی چی هست؟ بله، ببینید اولی که خب چه از طریق فیسبوک چه از طریق تلفن، ببینید فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی اینا یک ابزار و یک وسیله هستن، عضویت در اینها به خودی خود جرم نیست، به خودی خود جرم نیست. اما این که اما اعلام شد از سمت دولت مردان ایران که عضویت در فیسبوک جرمه، اینو خیلی ساده میتونید سرچ کنید و ببینید که اعلام شده عضویت در فیسبوک جرمه. بله، خب من حالا دقیق در جریان این چیزا قانونیش نبودم، اما به هر حال بیشتر به نظر من کسانی که به خاطر فیسبوک و یا توییتر شاید جرم علیهشون تعریف شده، به خاطر استفاده این است که از فیسبوک یا توییتر کردن، در اونجا دعوت به شورش کردن. ببینید شما الان ما کشور آمریکا، صحبتتون استناد به چیز خاصی کردید، استناد به خبر یا آمار خاصی دارید میکنید یا شما اطلاع دقیقی دارین که این افراد حتما از فیسبوک به عنوان ابزاری برای شورش استفاده کردند؟ ببینید شما گفتید اینا کسایی که در خارج از کشور هستن و داخل و داخل علیه اونا و داخل که چه اقدامی میتونن انجام داده باشن که به وسیله اون مجرم شناخته بشن. خب من گفتم به وسیله فیسبوک مثلا یکی از راه‌های این که شما به عنوان فرد مجرم شناخته بشید این هستش که مثلا برای یک شورش برنامه ریزی بکنید یا مثلا فراخوان بدید، از این کارا اینجوری انجام بدید. خب اینا هر کدومش میتونه جرم باشه. مسئله بعدی این که خود کشور آمریکا علیه یک شخص مثل بن لادن، شما ببینید اعلان جنگ میکنه علیه یک شخص، یک شخص خارجی. ما الان بحثمون صحبت‌های دادستان، من فکر میکنم که از بحث داریم دور میشیم. اگر که شما مایلین که برنامه بمونید روی خط، اگر فرصت دیگری بود با شما خواهیم بود. مشتبه از مشهد روی خط، اگر صدای من نیست. بله بفرم. سلام. بفرم. من نظر افری میخوام که هر کسی که به کشور خودش علاقمند هستش، این علاقمندی یه چیز ذاتیه و کسی علاقه به کشور حتی در بدترین کشور هم باشه نداشته باشه، حتما یک مشکل روحی روانی داره. یه مسئله ثابت شده است و به نظر همه کسی که در ایران هستن، چه کسی در داخل هستن و چه کسی که در خارج هستن، اونایی که علاقمند به کشور ایران هستن در داخل باید بمونن و اونهایی که از خارج هم هستن اونها هم باید برگردن و کمک کنن به کشور رو بتونیم با هم بسازیمش. این مسئله هستش که خیلی مهم هستش. و الان اون چیزی که اتفاق افتاده، این کسایی که از کشور رفتن نظرتون، نه ببینید ببخشید از بحث دور نشیم، نظرتون راجع به اظهارات آقای اژه‌ای چیه؟ اینکه ممنوع ورود نیستن، آیا این رو شما دعوت تلقی میکنین یا اینکه تهدید تلقی میکنین؟ آیا با این اظهارات کسی میتونه احساس امنیت کنه برگرده؟
من این فکر میکنم که تمام چیزایی که هستش این یک احساس امنیته، یعنی که ما اجازه دادیم اینها برگردن به کشور و این فضا رو براشون ایجاد کردیم که اینا بیان در کشور، کشور رو بسازن. همه افرادی که از کشور خارج شدن که مجرم نیستن، یه تعداد انگشت شماری هستن که علیه منافع ملی کشور اقدام کردن و این تعداد با مجازات بشن، اما بقیه که اتفاق براشون نیفتاده. و ما نیاز داریم به همین ایرانیان که بیان در داخل کشور و بتونن فضای کشور رو آرام بکنن و ببرن به سمت یک کشور خوب و بهتر از این داشته باشیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما بودین. فرامرز از سوئد با ماست. اگر بفرمایید. بله، منم سلام دارم خدمت شما. من فکر میکنم به جز یه تهدیدی نباشه که آقای اجایی انجام داده و اینکه بخواد آمار اعدامش بالا ببره چیز خاصی رو ارائه نداده. جمهوری اسلامی هر حرکتی رو انجام بدی، حتی حرکت دخترها میخوان برن تو میدان فوتبال، عمل سیاسیه، بلافاصله نیروهای نظامی ویگان ویژه میریزن، چند تا کارگر جلوی مجلس اعتصاب کنن بلافاصله انگ سیاسی بهشون میدن. فعالین کارگری الان کم در زندان نیستن، از رضا شعبی گرفته بهنام ابراهیم‌زاده، شارخ زمانی، کسانی که فقط به خاطر اینکه حق و حقوقشون رو خواستن یا مدافع این هستن که تشکلی رو بسازه. چه سبب این که کسی که الان اومده باشه بیرون، مثلا آیه فرامرز ببخشید من میتونم از شما یه سوال بکنم؟ شما چند سال در خارج از کشور هستین؟ من الان 3 سال هستم. چند سال؟ تقریبا 3 ساله. یعنی بعد از حوادث سال 88 از ایران خارج شدین؟ بله، من کرمانشاه بودم. تو تظاهرات بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت شما استنباطتون از صحبت‌های آقای اژه‌ای چیه؟ آیا شما فکر می‌کنین که با این صحبت‌ها می‌تونی به ایران برگردین؟ دلتون می‌خواد به ایران برگردین؟ من دلم می‌خواد به ایران برگردم و مطمئنم زورم می‌زنم که به ایران برگردم، چون اهل ایران هستم، ایرانو دوست دارم، نه اینکه تفاوتی قائل بشم ما بین ایران و کشورهای دیگه، ولی و بالاخره اونجا راحت‌تر هستم، 30 سال اونجا زندگی کردم، خانواده داشتم، دوستانی رو داشتم. ولی شما به دلایل سیاسی از ایران خارج شدین؟ بله، من عضو حزب کمونیست کارگری ایران هستم. بله، خیلی متشکرم. پس بنابراین شما از این دعوت آقای اژه‌ای استنباط خوبی ندارید، مثبت ندارید؟ نه، مطمئنا من اگه برگردم بیچونه چون شکنجه میشم، زندانی میشم، نهایت زندانشم به خاطر جمهوری اسلامی اعدام کردن خیلی راحته، به روز و به ساعت اعدام میکنه. آمار اعدام هایی که از وقتی که روحانی انتخاب شده تا الان که هنوز حکم ریاست جمهوری رو در دست نگرفته، شما نگاه کنید ببین چندین نفر اعدام شده. خیلی متشکرم از شما که با ما بودین. میریم به شبکه‌های اجتماعی با رویا. خانم کات در اسکایپ برامون یک سوال پرسیده، گفته که اصلا چرا افرادی که از ایران خارج شدن و دلشون میخواد به ایران برگردن در یک عفو عمومی بخشیده نمیشن و چرا برای اونها باید پرونده ای باز بشه؟ همینطور شهرداد کاربری هستش در فیسبوک که اینطور نمیشه. با این اظهار نظر آقای اژه‌ای میشود اینطور تصور کرد که حکومت ایرانیان معترض را که مجبور به ترک وطن شدند را تهدید کرده است که در صورت بازگشت آنها را مجازات خواهد کرد. این کاربر نوشته اظهار نظر آقای روحانی هم دقیقاً روشن نیست که منظورشان از فراهم آوردن تسهیلات برای بازگشت این گونه افراد به کشور چیست و کلاً این موضوع در حیطه وظایف قوه قضایی است و مربوط به قوه مجریه نمی شود. این کاربر گفته به همین علت هم آقای اژه‌ای خواسته این گونه این موضوع را به آقای روحانی گوشزد کند. البته این موضوعی بود که خیلی از کاربران دیگه هم بهش پرداخته بودن که بحث صحبت‌های آقای اژه‌ای در جواب صحبت‌های آقای روحانی بوده که چند وقت گذشته اعلام کرده که کسانی که بیرون از ایران هستند میتونن به ایران برگردن. من صحبت‌های آقای روحانی هم برای شما میخونم که در جریانش باشین. آقای روحانی گفته که 25 تیر ماه در محفل انس پیشکسوتان جهاد و شهادت این صحبت ها رو کرده، گفته امام میفرمود از دشمن خارجی نمیترسم اما از اختلاف شما نگرانم، پس باید کمک کنیم از مشکلات و اختلافات عبور کنیم و مشکل را افزون نکنیم، یعنی آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم چون توبه برای همه وجود داره. و البته بحث توبه هم یکی از مباحثی بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش میپرداختن. ممنون. خانم عبادی، خانم عبادی. بله هستم. خانم عبادی، اگر اشتباه نکنم یکی از لایه‌های جنجالی که در زمان آقای خاتمی مطرح شد و جناب آقای زاساله همکارانتون هم پیگیریش بودین، این لایحه جرم سیاسی بود، یعنی جرم سیاسی در جمهوری اسلامی تعریف نشده. شما الان به یک نکته اشاره کردین، نکته‌ای که بسیار مهمه، این که پناهندگی سیاسی جرم نیست حتی.
بر مبنای قوانین مدون در جهان. و همکارم رویا هم به یک نکته اشاره کرد در مبنای توبه، یعنی در واقع توبه هم یک ترم حقوقی فقهی، اما با توجه به این تفاسیر آیا اگر کسی توبه بکنه حتی پناهنده سیاسی باشه طبق قوانین جمهوری اسلامی حتی تا این مرحله که لایحه جرمی سیاسی تعریف نشده جرمی مرتکب شده میتونه به ایران برگرده دادگاهی خواهد شد، چه سرنوشتی در انتظارش هست؟ توبه هرچند که در چند ماده از قوانین کیفری ما آمده ولی کن شرایط و اصولی دارد و اینطور نیست که اگر کسی فرزند مرتکب قتل بشود و توبه بکنه گناهش بخشیده بشه. وقتی که صحبت از توبه میشه و آقای دادستان کل صحبت از توبه میکنند، این ناظر به مسائل سیاسی است، چنانی که آقای عسکرآبادی در مورد آقایان میرحسین موسوی و کروبی هم خیلی متواضعانه پیشنهاد کرده بودند که آقایان اگر توبه بکنند ما مایل هستیم که از حبس بیایند بیرون. بنابراین هر جا که صحبت از توبه می شود منظور توبه افرادی است که از دید دستگاه قضایی غیر مستقل و از دید حکومت ایران مرتکب جرائم سیاسی شدند. و اینکه چه جرمی سیاسی است، قانون اساسی ما نوشته که جرائم مطبوعاتی و جرائم سیاسی میبایستی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرند و در همان جا قید شده که جرم سیاسی را قانون معین خواهد کرد که چه جرائمی سیاسی هستند. با وجود آنکه بیش از 34 سال از تدوین قانون اساسی گذشته و با وجود آنکه مجالس شورای اسلامی در ادوار مختلف خروارها قانون تصویب کرده اند، اما به توصیف و تعریف جرم سیاسی نپرداختند. علتش کاملا مشخصه، با مبهم گذاشتن تعریف جرم سیاسی در حقیقت حکومت مایل است که منتقدین خودش رو از مزایای جرم سیاسی محروم بکنه، برای اینکه هر کس که کوچکترین انتقادی به عملکرد حکومت داشته باشد تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و یا تشویش حسان روبی در دادگاه انقلاب در اتاقهای دربسته محاکمه می شود و به همین دلیل که ایران بیشترین تعداد زندانیان سیاسی رو می بینیم که در جهان داره و انقدر تعداد زندانیان سیاسی ما زیاد بوده که حتی مجبور شدن برای اینکه همه رو جا بدن تعدادی از مجرمین عادی رو با وثیقه آزاد کنند و یا اینکه به اونها عفو بدهند که جا به میزان کافی برای متهمین سیاسی باشد. در چنین شرایطی وقتی که صحبت از توبه می شود منظور واقعی این است که اگر در خارج از کشور با یک سایتی همکاری کردید و از ما انتقاد کردید، اگر بیایید ایران قول بدهید که بچه خوبی باشید، از این به بعد فقط از ما تعریف کنید و توبه کنید، خب ما دست از سر شما برخواهیم داشت. این معنای صحیح این جمله است. اما اینکه آیا اساساً به همین هم عمل خواهند کرد، اون مسئله دیگری است. خیلی متشکرم خانم عبادی، با ما باشین. میثم با از طریق اسکایپ با ماست. میثم صدای منو میشنوی؟
بله، من میخواستم این خدمتون عرض بکنم که من با صحبت‌های دوست عزیزمون آقای بهروز که تماس گرفته بودن که تهدید علیه امنیت ملی و دعوت به شورش موافقم. مملکت ما انقدر همه کاراش مرتب شده که دعوت به آب بازی کردن توی پارک آب آتش و دعوت به آب بازی کردن همچنین توی میدون اسبی کرج میشه تهدید امنیت ملی و دعوت به شورش. اما من می‌خواستم راجع به موضوع برنامه‌تون یه برگشت بزنم به حدود 40-50 روز پیش که صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای قبل از انتخابات کردن و اونم این بود که ایشون گفتن که اگر کسانی هم هستن که دلبسته نظام نیستن فقط به خاطر اینکه ایران رو دوست دارن بیان رأی بدن. این یه پازل خیلی قشنگی هست که داره کنار هم چیده میشه و به روی ادامه پیدا میکنه این بازی سیاسی که دقیقاً همین کاری رو که آقای روحانی دارن انجام میدن و صحبتایی هم که از اون طرف آقای سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای صحبت کردن راجبش این بود که کسایی که مشکل ما نمرود نمیکنیم ولی به پروندهشون رسیدگی میکنیم. برداشت منظور شما اینه که این فریبه؟ شما اعتقاد به این دعوت نداریم؟ دقیقاً این چیزی هستش که من می‌خواستم بهتون بگم. برداشت من از این صحبت‌ها این هستش که امیدی که بعد از انتخابات با این جنبش بنفشی که آقای روحانی را انداختن توی ایران و کورسوی امیدی رو توی دل مردم روشن کردن که من شخصاً بهش اعتقادی ندارم، این هستش که گفته میشه با این صحبت آقای اجایی که قوه قضاییه کارش از قوه اجرایی جداست، مجریه جداست و هیچ کاری رو مثلا آقای روحانی نمیتونه انجام بده راجب مثلا زندانیان سیاسی، کسانی که خارج از کشور هستن و همطور که خانم عبادی فرمودن تو برنامه‌تون. دقیقاً با شما موافق هستم که هر کس که میخواد بیاد از ما تعریف بکنه، هر چی میخواد بگه، فقط اون چیزی رو که ما میگیم رو بگه، ما باش کاری نداریم. میسم متشکرم. اگر لطف کنید دانیال از کانادا با ماست. دانیال شما نظرتون چیه؟ با توجه به اینکه شما در خارج از کشور هم هستین. با درود به شما و همه بیننده ها و شنونده ها، من از لس آنجلس سعی میذارم در این زمینه فکر میکنم اشتباه شد. بله، لس آنجلس. ببینید کل من فکر میکنم که تاکتیک کلی جمهوری اسلامی در بیشتر مدت عمر خودش این بوده یه سری خطوط موازی درست کرده، بعد این خطوط موازی سعی میکنن با پاسکاری با همدیگه، حالا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ امنیتی، اولا شرایط رو کنترل بکنن و به شکلی طوری نباشه که یعنی اعتراضات مردمی از کنترل خارج بشه. دو، با این موازی کاری هیچ موقع هیچ کسی مسئولیت قبول نمیکنه. ببینید خود این آقای اژه‌ای همه مقامات رو داشته، نمیدونم حاکم شهر بوده، حکم اعدام می نوشته، نمیدونم نماینده بوده، انواع اقسام شغلا رو داشته، بقیه آقایون هم همینطوری هستند. بنابراین متاسفانه جامعه ایران در کل در انحصار یه چند صد نفر قرار گرفته که این آقایون همه تجربه دارن، به اضافه کل این که به عنوان یه شخص امنیتی کل این تجربیات رو دارن. حالا حساب بکنیم ما مردم ایران، یعنی شما منظورتون اینه که آقای محسنی اژه‌ای صحبت‌هاشون بیشتر بوی امنیتی میده تا قضایی؟ ببینید طوری صحبت میکنه که هم میتونه حالت این باشه که داره دوم میپاچه، یه جوری ایرانی ها رو متقاعد کنه که به ایران برگردن، هم دو پهلو صحبت میکنه که هر زمان خواستن اینا رو دستگیر بکنن یا شرایطی باشه این دو پهلو گفتن ها بتونه به اصطلاح زمینه باشه براش. من اصلا تعجب میکنم یه شخصیت مثل خانم شیرین عبادی همه تلاشش اون موقعی که در چارچوب جمهوری اسلامی بود انجام داد و دید که با این آقایون، با این نمیدونم حکومت اسلامی، با این ولی فقیه فقط وقت تلف کردنه. دانیال متشکرم. البته من پیش از اینکه بریم به شبکه‌های اجتماعی این توضیح رو بدم که تلاش‌های خانم عبادی که منجر به دریافت جایزه حقوق بشر شد تلاش‌های در واقع حقوق بشری بود و دفاع از زندانیان سیاسی و نه اینکه تلاش بکنه حالا حکومت رو متقاعد بکنه، نه سمتی در حکومت داشته و نه این تلاش رو کرده، حداقل تا اونجایی که ما اطلاع داریم. رویا به ما بگو که
شبکه‌های اجتماعی آقای صفی، همونطوری که می‌دونید شبکه‌های اجتماعی بعد از انتخابات نقش یک رسانه رو برای ایرانی‌ها بازی می‌کردن، چه اونایی که از ایران خارج بودن چه کسانی که در داخل بودن، به علت نبود فضای باز مطبوعاتی و به خاطر نبود یک رسانه آزاد. به هر حال خیلی از کسانی که دستگیر شده بودن در تظاهرات‌ها و در به عنوان روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی و فعال حقوق بشر دستگیر شده بودن، اولین سوالی که ازشون می‌شد در مورد فیسبوک بود. بعد از اینکه اون مرحله گذشت و خیلی ها به خاطر داشتن فیسبوک حکم گرفتن و در زندان رفتن، علی خامنه‌ای خودش عضو شبکه اجتماعی فیسبوک شد که این هم در بین کسانی که در فیسبوک بودن خیلی سر صدا کرد، گفتن اگر جرمه چرا آقای خامنه‌ای باید فیسبوک داشته باشه. بعد از اون گروه‌های زیادی اومدن و نظر آقای خامنه‌ای و دیگر بزرگان رو پرسیدن در مورد اینکه داشتن فیسبوک جرم هست یا نه. من اول برنامه به بهروز که از شیراز همراه برنامه بود گفتم که داشتن فیسبوک در ایران جرم هستش، اما الان نظر رهبر و آیت الله مکارم شیرازی رو درباره فیسبوک برای شما میخونم. این دو در حقیقت مرجع تقلید در ایران گفتن که برخی با استناد به یکی از بندهای فهرست عناوین مجرمانه ادعا میکنن که استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به این شبکه جرم است. یعنی خود فیسبوک جرم نیست، اما استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به این شبکه اجتماعی جرم محسوب میشه. و همینطور گفتن که اگر که بازدید و همچنین عضویت در شبکه‌های مجازی مثل فیسبوک اگر برخلاف قوانین و مقررات باشد و مفسده داشته باشد جایز نیست و الا مانعی ندارد، همینطور نباید موجب ارتکاب گناه باشه و موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمی. این نظر مقام معظم رهبری در ایران بوده و همینطور آیت الله مکارم شیرازی در مورد فیسبوک. اما من براتون نظری بخونم از سیما که نمیشه برخی از کسانی که در حوادث انتخابات 88 دستگیر شدن یا در تظاهرات اعتراضی انتخابات شرکت کردن تا آن زمان در هیچ گونه فعالیت سیاسی شرکت نکرده بودن. همینطور رضا هم گفته اول باید صبر کنیم ببینیم افراد بسیاری که به خاطر عقایدشان در زندان به سر میبرند بعد از روی کار آمدن آقای روحانی یا آیا آزاد میشوند یا نه. مسلما کسانی که در خارج هستند منتظرن که ببینن تکلیف زندانیان سیاسی داخل چه میشود و بعدا تصمیم به بازگشت بگیرن. قطعا آقای اجایی هموطنان خارج از کشور را تهدید کرده و نه دعوت. ممنونم رویا. حامد از تهران با ماست، اگر صدای منو میشنوین. سلام به شما همینطور رویا خانم. البته واسه من چون اینقدر موجه داره عوض میشه تو این چند هفته من اسم شما رو نمیدونم ببینم. من مسعود سفیری هستم. بله خوشحالم از آشنایی با شما. در حالت با موضوع برنامه امشبتون میخواستم بگم که صحبتهایی که جناب آقای محسنی اجرا کردن خوبشون در راستای وظایفی که دارن یا وظیفه سخنگوی قوه قضاییه است، مجبور هستن که اون چیزایی که در چارچوب کارشون هست بیان بکنن. به نظرم حرف درستی از هر انسان عاقل و منصف این حرفا رو بشنوه. قطعا تصدیق میکنه کسایی که تقریبا دو سال امنیت رو از مردم سلب کردن و یک نظام حاکم بر یک کشوری رو در هر چیزی که به دهنشون اومده متهم کردن. و شما منظورتون به اعتراض ها و نارامی های بعد از 88 دیگه، انتخابات 88؟ بله همینطوره. بله، یعنی شما اعتقاد دارین که به هر صورت کسانی که اعتراض کردن امنیت رو از کشور سلب کردن؟ بله، هر که آدم منصفی میتونه اینو چیز کنه. هم کاملا مشخص بود چه در فضای مجازی و چه در صد خیابونا واقعا ما آسش نداشتیم در این تا اواسط سال 89 از دست این افرادی که به دروغ یک مشاهدن خواهن و وطن فروشی که الان هم معمولا پاتوشون در همین تلویزیون شما و عنوان کارشناس میاردشون. خیلی متشکرم محمد، من فکر میکنم که شما داریم از بحث دور میشیم. خیلی متشکرم. آقای رکنی از دانمارک با ماست. آقای رکنی بفرمید. آقای رکنی از دانمارک. بله خواهش میکنم. درود بر شما و همه ایرانی های قلوز. بعد خدمتتون برسونم که این کسایی که معمولا از ایران زنگ میزنن دو دسته هستن، یا کسایی هستن که طرفدار دولت هستن و در حسابات تقضیه میشن از طرف اونا، زندگیشون میچرخه. مشخصی چجورتر صحبت میکنم و اون کسایی هم که دو پهلو صحبت میکنن در صورت هر سه این مسئله رو دارن که حقیقت رو بگن، و اون کسایی که بیرون از خارج ایران هستن وضعیتش رو تغییر فرق میکنه.
در مجموع کلی من خدمتتون میخوام بگم تمام، یعنی بیشتر کسایی که توی این 10 سال گذشته از ایران خارج شدن یا فعالیت‌های سیاسی داشتن، ما البته اولی که جمله سیاسی رو هنوز برای مردم ایران کاملا شکفته نشده و نمیدونن سیاسی یعنی چی. کسی که میاد بیرون یه اعتراض کوچیکی میکنه، این شخص سیاسی نیست، این شخص معترضه، معترضه به رفتار دولت، معترضه به رفتار در واقع دولت. منتقده، منتقده دقیقا. خیلی خب، پس اینو نمیتونیم ما بگیم یه شخص سیاسیه، ولی اینا هر نوع حرکتی رو چسبوندنش به مسئله امنیت ملی، هر چیزی رو که اینا بخوان، یعنی قانونی برای خودشون تصحیح کردن برای کل جامعه ایران که همه میشه به امنیت ملی مربوط میشه، هر کسی هر کاری بکنه. پس ببینید تمام دستگاه به هم وصله، آقای خامنه‌ای از یه طرف، آقای ایژه از طرف، آقای روحانی از یه طرف، آقای خاتمی از یه طرف، همه اینا وصلن به یک سر رشته و اینا هیچ پشون حاضر نیستن که منافع خودشون و منافع دوستانشون و منافع این 1000 فامیل از دست بدن. بس ببینید که خیلی راحت وقتی آقای ایژه میاد این حرفو میزنه، نه تهدیده، نه دعوت، نه هیچی نیست، فقط بازیه. خیلی متشکرم آقای رکنی. اگر اجازه بدیم ما بحث رو از منظر حقوقیش ادامه بدیم. خانم نازی از آلمان با ماست. خانم نازی الو، بفرمایید. درود بر شما خانم ملکی و خانم عبادی و خسته نباشید. ببخشید من فقط خواستم بگم که این از سر تو تحت میکم عامیانه حرف میزنم، ببخشید. از سر تو تهدید بدتره. من که هرگز بر نمیگردم ایران. بعدم جمهوری اسلامی شما چند ساله در خارج هستین خانم؟ 16 سال هستم. من به عنوان آرایشگری اومدم اینجا که نتونستم اونجا بمونم، بعد اومدم اینجا که هرگزم بعد نمیگردم. بعدم اول با زبون آروم مردم رو میکشونن ایران، بعد یا میکنن تو زندان حبس اعدام یا حبس ابد، یا بعد میگن تو زندان سکته کرد یا به جرم معتاد و مواد مخدر اعدامشون میکنن. بعدم جمهوری اسلامی در حدی نیست که بخواد کسی رو، آدمای بیگناهی رو که اذیت شدن و رفتن به کشورهای دیگه، بکشونن بعد اذیتشون کنن. خیلی متاسفم به اونایی هم که اگر تسلیمی دارن که برگردن. خیلی متشکرم خانم نازی از اظهار نظرتون. آقای نعمت احمدی، آقای دکتر نعمت احمدی حقوقدان از تهران با ما هستن. آقای احمدی صد درود بر شما. متشکرم. صدای منو میشنوید؟ آقای احمدی من صدای شما رو دارم. بله، اظهارات آقای ایجی در داخل چه در واقع انعکاسی داشته؟ آیا انعکاس حقوقی داشته یا همون جوری که تیتر برنامه ما انتخاب شده تهدید تلقی شده، دعوت تلقی شده و به هر صورت با توجه به اینکه جمعیتی 5 میلیون نفری از مهاجران ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنن، شما به عنوان یک حقوقدان فکر میکنید که اگر کسی وارد کشور بشه و ممنوع ورود نیست و اما آیا به راحتی هم میتونه خارج بشه با توجه به اینکه جرم سیاسی هم خانم عبادی اشاره کردن که جرم سیاسی هم تعریف نشد؟ ببینید ما یک حکم قضایی داریم و اون حکم قضایی در اثر یک پرونده‌ای که تشکیل شده باشه و فردی به دادگاه احضار شده باشه، در صورتی که حاضر شده باشه یا حاضر نشده باشه، اگر قاضی رسیدگی کننده به اتهام تشخیص بده به عنوان یک مجازات تکمیلی یا تضمینی علاوه مجازات اصلی، ممنوعیت خروج داره. ما ممنوعیت ورود رو نداریم، هر کسی میتونه وارد شه، ممنوعیت خروجه. یعنی اگر فردی از بیرون آمد داخل کشور و حکمی از یک مقام قضایی باشد، دستوری از یک مقام قضایی باشد و برابر اون دستور این فرد ممنوع خروج شده باشه، پاسپورتش در فرودگاه ضبط میشه و به یک مرجع قضایی که ایشون رو ممنوع خروج کرده معرفی میشه. حالا اگر حکم جلب داشته باشه، مامورین فرودگاه جلبش میکنن. اگر حکم جلب نداشته باشه، صرفا ممنوعیت خروج باشه، پاسپورت ضبط میشه و اعلان میکنن در فلان به فلان آدرس
در اون دادسرای مربوطه یا دادگاه مربوطه مراجعه کنه. حالا چه موقع 5 میلیون نفر یا چند میلیون نفر ممنوع الخروج رو نداریم و اینا پرونده ندارن، متفهم این که برابر قانونی که داریم هر 6 ماه یک بار لیست ممنوع الخروج ها به روز میشه، یعنی هر 6 ماه یک بار باید اون مرجعی که فرد رو ممنوع الخروج کرده مجددا اعلام کنه که این فرد ممنوع الخروجه. اگر ممنوع الخروج غیر از اون مرجع قضایی باشه موارد خاصی آقای احمدی، ولی در مواردی هم در سالهای گذشته دیده شده که افرادی وارد کشور شدن و بعد بازداشت شدن و بعد با اتهاماتی مواجه شدن که در واقع حرفی که میزنن این استش که این اتهاما و این اتهامات که بهشون وارد شده اتهامات بی اساسی بوده. حرفی که آقای اژه‌ای در واقع داره میزنه میگه که وارد بشیم بعد به جرایم رسیدگی میشه. آیا این احساس امنیت تلقی میشه؟ احساس امنیت به مهاجر میده، به کسی که در خارج از کشور زندگی میکنه، یا اینکه احساس عدم امنیت تلقی میشه؟ ببینید من چندین بار صحبت‌های ایشون رو مطلبی نوشتم و در روزنامه‌ها چاپ خواهد شد، تو وبسایتم و فیسبوکم خواهد آمد، مطلب ایشون رو خوندم. چیز تازه‌ای رو من درش غیر از آنچه که تا همکنون بود ندیدم. حالا اگر مورد خاصی فردی آمده، شاید یه فرد شاخصی باشه، خروج غیرقانونی از مرز داشته و در اینجا پرونده‌ای رو داره خودش نمیدونه، اما شما این کیفیتی که بیان بگیم کل مردم یک تشویش اذهانی باشه، من برای دوستانی که خارج از کشورن عرض میکنم، من میخوام صحبت‌های آقای محسنی اژه‌ای رو تایید بکنم و من نقدشون بکنم، من برای دوستانی که خارج از کشورن و رفت آمد میکنم میخوام بگم این یه نوع تشویشی به وجود نیاد که کل افرادی که هر روز وارد کشور میشن اینا ممنوع الخروج شدن. نه، منظور اینه که اگر فردی پرونده‌ای داشته و اون پرونده منجر به ممنوعیت خروج فرد شده، الان خب طبیعتاً هر 6 ماه یک بار هم به قول شما فرنگی آنلاین میشه، اگر که ادامه داشته باشه مجدداً این فرد ممنوع الخروج باقی میمونه. یعنی اینکه منظور شما اینه که در جایی وجود داره که اسامی ممنوع الخروج ها نوشته میشه، اعلام میشه به صورت آنلاین؟ ببینید الان دادستانی اعلان کرده افرادی که میخوان قبل از اون که یعنی اداره گذرنامه میخوان برن خارج از کشور میتونن مراجعه کنن و یه وبسایت رو هم دادن که به اونجا رجوع کنن. البته این که همه افراد رو دوکن، شما باید مشخصات خودتون از کارت ملی و امثال اینا به اون سایت بدید، لیست منبال خروجی ها رو داره و افرادی هم که الان موکلی رو بنده میخوان مراجعه کنن یا خارج از کشور میخوان سفری رو داشته باشن، راحتی میتونن. من الان خودم دارم از جلوی اداره گذرنامه رد میشم. به همینجا شما که تو لیست نبودین آقای احمدی، به دفتر بازداشتی ها مراجعه کنن، اونجا لیست هست. اما اگر خب نهادهای معین خاصی کسی رو ممنوع الخروج کرده باشن در این لیست نباشه، اون یک اتفاق خاصیه. خیلی متشکرم از اینکه با ما بودین. من با شما خداحافظی میکنم. داوود از طریق اسکایپ با ماست. درود بر شما. داوود مصرفی هستم. با توجه به واقعی که من شخصا شاهد و پیگیرش بودم تو ایران، واقعیت ایران نشان میده که به طور کلی آقای محسنی اژه‌ای صلاحیت دادن تضمین به فعالان سیاسی رو نداره. نظر آقای اژه‌ای برای گمراه ساختن اذهان عموم در ایران به نظر من با سفسط بازیه و این نه تنها دعوت نیست که دقیقا روشنگری تهدیده. این نظر من هست. حالا اگر دوست دارین در مورد اون واقعی که من شخصا شاهدش بودم توضیح بدم. شما با ما بمونید، اگر که فرصت برنامه اجازه داد ما حتما به شما برمیگردیم. فریبرز از کانادا با ماست. فریبرز شما هستید و خانم ملکی و خانم عبادی، از این موضوع که منم اینو تهدید استنباط میکنم و تعریف نشدن جرم سیاسی یه مسئله ایجاد میکنه، اینه که
گستردگی جرم رو در ایران چون خیلی زیاد هست. شما وقتی وارد فرودگاه میشی، اولا که اینا کاملا شما رو شناسایی کردن، علت اینکه سفارتشون توی کانادا بسته شد به خاطر این بود که اینا اینجا ایرانی ها رو ماها رو شناسایی میکردن، چقدر پول داره، کجا داره کار میکنه، این مشخصات شما رو قبل از اینکه وارد فرودگاه بشید دارن. حالا فرض کنید من میخوام برم ایران، چیکار میکنه؟ اول نگاه میکنه ببینه من چقدر پول دارم، چون جرم سیاسی مشخص نیست، دستش بازه، دستش برای سرکوب، برای دستگیری بازه، و دقیقا به خاطر همین قضیه جرم سیاسی رو تعریف نمی کنم که هر کاری دوست داشتن با شما بکنم. مثلا خانوما معلوم نیست تو ایران باید چه حجابی داشته باشن، اینا مشخص نمی کنن. چرا؟ چون دستشون باز باشه که هر کسی رو که دوست داشتن بتونن دستگیر بکنن. فریبرز خیلی متشکرم از اینکه با ما بودی. میریم به رویا ملکی و شبکه اجتماعی. یه آمار براتون بخونم که در سال 2009، یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران، بیش از 11,000 ایرانی از سازمان ملل درخواست پناهندگی کردند که این رقم در سال 2010 به بیش از 15,000 نفر و در سال 2011 به 18,000 نفر افزایش یافته و البته هنوز هم ادامه داره و 44 کشور داره پناهندگان ایرانی رو میپذیره. بالاترین شماره درخواست پناهندگان در ترکیه بوده و بین سالهای 2009 و 2011 که شمار پناهجویان ایرانی 72% افزایش پیدا کرده. ساقی لقایی از ترکیه همراه ماست، روزنامه‌نگاری که بعد از انتخابات از کشور خارج شده. ساقی سلام. سلام میکنم به شما خانم عبادی و همه مخاطباتون. ساقی من یه سوال میخوام ازت بپرسم. میگه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 11 و انتخاب حسن روحانی، امیدوار بودی که بتونی به ایران برگردی یا نه؟ ببینید، امید به برگشت به کشور برای همه کسانی که مجبور به ترک کشورشون میشه در واقع وجود داره. با توجه به شعار اعتدالی که آقای روحانی دادن و به نظر میرسید که این اعتدال از طرف کلیت نظام خواسته میشه، این امید در دل خیلی از ایرانی ها تقویت شد که بتونن برگردن به کشور. اما اجازه بدین من درباره صحبت های آقای اژه‌ای بگم بهتون که من فکر میکنم که این یه اولتیماتوم هست برای کسانی که حواس برگشتن کردن به کشور. در واقع فکر میکنم که این نظر شخصیشون نیست، بلکه قوه قضاییه مایله که کسی دیگه برنگرده و حتی کسان بیشتری کشور رو ترک بکنن اگر که نمیخوان سرسپرده سیاست های فعلی نظام باشن. در واقع به نوعی یک دست کردن مردم و تبدیل ملت به امت رو در واقع دارن پیگیری میکنن. این رو من به پای پیشینه رفتارهای عصبی آقای محسنی اژه‌ای نسبت به روزنامه نگاران به طور خاص در برخوردشون و خشونت فیزیکی که نسبت به مثلا آقای سحرخیز داشتن نمیدونم، بلکه فکر میکنم که برایند نظر قوه قضاییه است و در واقع به نوعی این مسئله در مقابل حرفها و مواضع آقای روحانی من فکر میکنم مطرح شده که در روزهای گذشته صحبتی کردن که اتفاقا به نظرم به خاطر اینکه بخشی از اون صحبت خیلی پررنگ شد در بعضی رسانه‌ها، این شایعه رو به وجود آورد که آقای روحانی میگن که یه گروهی که مثلا از کشور خارج شدن توبه کنن و برگردن، در حالی که آقای روحانی صحبتش این بود که تمام پیام انتخابات اخیر این بوده که افراطی‌گری و شکاف و اختلاف ما رو به جایی نمیرسونه و اگر کسی اشتباهی کرده از اشتباهش بخواد عذرخواهی و یا توبه بکنه که برگرده. یعنی من میخوام بگم که صحبت‌های آقای روحانی دقیقاً در چارچوب ساختار داخل نظام بوده و مربوط به بیرونی ها نیست. اما اجازه بدید من در پی صحبت هایی که آقای دکتر احمدی کردن یه اشاره بکنم به بعضی مباحثی که مطرح شده در یکی دو روز گذشته در بعضی از رسانه های داخلی مبنی بر اینکه رایزنی هایی داره انجام میشه نسبت به اینکه سمت هایی برای چند تا از افراد در نظر گرفته بشه که الان بیرون از ایران هستن و برگردن و سمت هایی رو بگیرن. و از قضا امروز آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه صحبت هایی کردن که به نظرم توضیح واضح تر
حرفهای آقای محسن اژه‌ای هست و در واقع فکر میکنم صحبتهای آقای اژه‌ای رو تبیین کردن بیشتر و خیلی تندتر مطرح کردن و این که یعنی خانم لقایی ببخشید من اگر ممکنه شما روی خط بمونید چون خانم وقت کمی داریم خانم عبادی یک سوال مهمی رو ما بتونیم مطرح کنیم بهشون. خانم عبادی در همه کشورها قانونگذاران در واقع در مبانی حقوقی تجدید نظر میکنن با توجه به شرایط روز. الان همونجوری که همکارم رویا هم گفت یکی از مواردی که گفته میشه که خیلی در داخل کشور بحث برانگیز شده و شما هم اشاره کردیم به بحث وبلاگ نویسی، بحث وبلاگ نویسی عضویت در شبکه‌های اجتماعی هست. آیا این بخشی از حقوق یک شهروند نیست با توجه به اینکه اینترنت در واقع راه اطلاع رسانی مثل روزنامه خریدن، مثل روزنامه خوندن، مثل کتاب خریدن، آیا این منافی حق شهروندی نیست و اینکه با توجه به شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره بحث فیسبوک رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟ در چه مبنایی تعریف کرده؟ در ترم سیاسی تعریف کرده یا در ترم حقوقی؟ استفاده از فیسبوک در محدوده آزادی بیان میبایستی تفسیر بشه. همونطوری که هر فردی آزاد است عقاید خودش رو روی کاغذ بنویسد چاپ کنه، میتواند در فیسبوک منتشر بکنه. و ضمناً مایل هستم یادآوری کنم طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 2 سال گذشته حق استفاده از اینترنت جز حقوق بشر شناخته شد. یعنی حکومت‌هایی که شهروندانشون رو از این حق محروم می‌کنند یا با قطع اینترنت یا اینکه اون رو سرعت رو انقدر پایین میارن که قابل استفاده نیست و یا اینکه استفاده از اون رو جرم معرفی می‌کنند، اینها در حقیقت مرتکب نقض حقوق بشر شدن و استفاده از اینترنت و دسترسی به اون و همچنین از طریق اینترنت دسترسی به شبکه‌های مجازی و اطلاع رسانی جزء حقوق بشر شناخته شده. من امیدوارم که قضات محترم ما و همچنین دادستان کل این فرصت رو داشته باشند که به مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد مراجعه بکنند و این رو در اونجا ببینند. خانم عبادی از اینکه با ما بودین سپاسگزارم. ما وقت کمی داریم. پیمان از رومانی هم با ماست و اگر فرصت داشته باشیم یک دو تلفن دیگه بگیریم بعد بریم به شبکه‌های اجتماعی و برنامه فردا با رویا. پیمان بفرمایید. منم سلام میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم که در حال حاضر برنامه شما رو میبینن و میشنوند. من خواستم بگم که زمانی که قبل از انتخابات، چند روزی قبل از انتخابات، رهبر جمهوری اسلامی ایران، رهبر حکومت اسلامی ایران میاد و حتی از مخالفین خودش و مخالفین حکومت اسلامی درخواست میکنه و میگه که شماها اگه باز ما رو قبول ندارین اما بیاین رأی بدین به خاطر میهنتون، به خاطر ایران، و بعد از اینکه این انتخابات به خوبی انجام میشه دقیقاً از سوی قوه قضاییه ایران، سخنگوی این قوه قضاییه که خب مستقیماً مثل سایر قوه ها زیر نظر رهبری حکومت اداره میشه، میاد به همچین تهدیدی رو میکنه و میگه که حالا از اون بر ما نمیتونیم. پیمان به نظر شما صحبت آقای اژه‌ای تهدیده؟ به نظر من یه تهدید 100% هست، چون من خودم برخورد کردم با این موضوع زمان ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی، زمانی که ایشون هم گفتن که فضای باز سیاسی به وجود اومده و من با مراجعه به سفارت جمهوری اسلامی ایران گفتم میخوام برم از مملکتم دیدنی کنم، گفتن مشکلی نداره، اما من به مشکل خوردم. پیمان اگر اجازه بدین شما با ما باشیم، من یه تلفنم از ایرج از آمریکا داریم، اگر لطف کنید ایرج خیلی کوتاه بفرمایید اگر نظری در این مورد دارید. شما من نظرم اینه که همینجوری که این دوست عزیزمون گفتن،
این آقای اجری در یک تهدید خیلی جدی برای مردم که در خارج از کشور هستن کردن و اصولا هیچ کس تقریبا من هیچ ایرانی حق عقیده تو اون مملکت نداره تا زمانی که ولایت فقیه در اون مملکت حاکمه. و ببخشید ما صحبتمون به این دلیل، در واقع من صحبت شما رو به این دلیل قطع میکنم که من واقع در واقع سوالم اینه، آیا شما استنباطتون به عنوان یک ایرانی که در خارج از کشور هستین از صحبت آقای اژه‌ای تهدیده و یا اینکه راهگشایی کردن گفتن که میتونن برگردن ایران و مشکلی ندارن؟ من استنباطم کاملا این هستش که ایشون دارن تهدید میکنن و به همین دلیل هم هستش که خیلی از مردمی که من میشناسم، از آدمایی که من میشناسم، هم جرأتی نخواهند کرد که برن ایران. در صورتی که من خودم از سال 1989 ایران نرفتم و هنوزم جرأت نمی کنم برم هیچ. ایرج خیلی متشکرم از اینکه با ما بودین. میریم به شبکه‌های اجتماعی با رویا و موضوع فردا. صحبتی که ساقی لقایی میخواست بگه ولی تلفنش متاسفانه قطع شد، صحبتهای اخیر آقای لاریجانی بوده که گفته در این مدت اخیر کسانی که اهل فتنه سال 88 و در جریان اصلاحات قائل به سکولاریسم شدن، کشور و سیاست بودن، دوباره سر برآوردن و گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتادن، اما اشتباه میکنن که چرا که امت تفکرات این گروه را بر نمیتابد و تعرب بعد از هجرت در ایران اسلامی ما جایی ندارد. کلا نقص کرده، گفتن که بعد از هجرت نمیتونن برگردن. بذار این سوال از فریبرز بپرسیم، روزنامه‌نگاری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری مجبور به ترک وطن شد. سلام بر فریبرز. سلام رویا جان، من خیلی سریع میگم، من در صحبت‌های آقای اژه‌ای علاوه بر چیزهایی که دوستان و مهمانان شما گفتن یه نکته دیگه هم دیدم و اون این هستش که آقای اژه‌ای به صراحت گفتش که اگر در خارج از کشور هم ایرانی‌ها مرتکب جرمی از نظر جمهوری اسلامی شدن، وقتی برگشتن به ایران به این اتهام یا جرم رسیدگی میشه و این معناش این هستش که دستگاه قضایی و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایرانیان خارج از کشور رو داره رصد میکنه و تحرکات ایرانیایی که در خارج از کشور منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی هستن از چشم حکومت دور نمیمانه. اما در بعد دیگری اگر بخوایم این مسئله رو بررسی بکنیم، این هستش که آقای روحانی با روی کار آمدنش بر اساس همون سیاست جذب حد اکثری آقای خاتمی و اصولگرایان، میخواستن بخشی از بدنه مخالفین و منتقدان رو به خودشون جذب بکنن، یعنی بازوی خارج از کشوری هم داشته باشن، کما اینکه بعضی از دوستان روزنامه‌نگار ما ذوق زده استقبال کردند و آقای روحانی و دولت و امید رو راهی برای برگشتن به ایران قلمداد کردند، در صورتی که این بخشی از بدنه سپاه هستش که در مقابل این قضیه وایساده. کما اینکه قبل از صحبت‌های آقای محسنی اژه‌ای، مجموعه رسانه اطلس وابسته به سپاه پاسداران اولین بار این صحبت رو مطرح کرد که امکان بازگشتن نیروهای منتقد به ویژه روزنامه‌نگاران به ایران وجود نداره. یکی دو روز بعد از اون ما دیدیم که آقای محسنی اژه‌ای این صحبت‌ها رو به صراحت مطرح کردن و در واقع آب پاکی رو دست آقای روحانی، اصلاح طلبان و دوستان خوشبین من ریختن که در حال بستن چمدون برای برگشتن به ایران بودن. شما جزو کسایی که خوشبین باشین به برگشت نبودید؟ بس به هیچ عنوان. من یه نکته ای رو عرض بکنم، آقای نعمت احمدی وکالت پرونده من رو به عهده داشتن، از همینجا بهشون سلام عرض میکنم. آقای احمدی، من این نکته رو بگم که آقای قاضی صلواتی من رو ممنوع الورود به ایران کرده، یعنی این مورد هم وجود داره. ممنون از فریبرز که همراه برنامه ما بود، ولی من نظر آریا رو براتون بخونم که گفته ایران برای ما خارج نشینان فقط خانه پدری است، اگر قرار است که با برگشتن ما پدرمان را در بیاورند، ترجیح میدهم در خانه ناپدری بمانم، حتی اگر رژیم شاهنشاهی هم برگردد، من بعید می‌دونم که ایرانیان خارج کشور برای زندگی به ایران برگردن. کاربران زیادی برای ما نظر گذاشتن. محمد هم یکی از کسانی هست که نظر گذاشته، گفته تلاش عمده حکومت فعلی ساخت تصویری مهرمان اما تکیه زده بر قانون است، بیشک اشخاصی که جلای وطن کردن بیم جانشان می‌رفته و
به اجبار دست به این اقدام زدن. کلماتی در متن مکتوب قانون کیفری وجود دارد که تعریف مشخصی ندارد و بسته به میل صاحبان منصب و شخصیت متهم فقط برای اونها حکم صادر میشه. اما ما فردا هم برنامه داریم در مورد سپاه پاسداران ایران. سپاه چند وقت پیش اعلام کرد که فعالیت‌های اقتصادیش در دولت دهم و نهم در دولت محمود احمدی نژاد خیلی کم شده و تقریبا در حال رکود بوده. ما می‌خوایم فردا از شما بپرسیم که فکر می‌کنید نقش سپاه چی هستش؟ آیا سپاه باید در فعالیت‌های اقتصادی دست داشته باشه؟ اصلاً سپاه برای چی به وجود اومده بود و نقش سپاه از اول انقلاب تا الان رو ما می‌تونیم فردا با هم دیگه بررسی کنیم. همین الان می‌تونید در فیسبوک ما برای ما پیغام بذارید، فردا هم می‌تونید از طریق اسکایپ همراه برنامه باشید، حتما میتونید به ما تلفن بزنید، ایمیل بزنید و همینطور میتونید در توییتر ما رو دنبال کنید. فردا منتظر شما هستیم در برنامه دیگه‌ای از روی خط. برنامه خودتون، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.